خدایا شکرت به خاطر این همه خوشحالی من امروز. آقای طارق سلام عرض میکنم خدمت شما. سلام از من. بسیار خوش آمدین. قدم رو چشم. سلام قربان. من خیلی خوشحالم که شما اینجا میبینم. شما چرا اومدین؟ من؟ به همون چرایی که شما اومدین. درسته؟ من میدونم چرا اومدم. شما چرا اومدین؟ منم میدونم چرا اومدم. و شما برای چی اومدین؟ من دعوت شدم بیام تو برنامه همرفیق آقای شهاب حسینی. شما فکر نمی‌کردم شما بیام. اومدین برای همین؟ منم دعوت شدم. چرا سوال می‌کنی؟ آخه یعنی چی؟ یعنی هیچ وقت سوال نکنم من از شما؟ چرا؟ چیزی که بدیهیه که من میدونم شما سوال نداره. درسته؟ آره. ولی من اصلا فکر میکردم که تنهایی دعوت بشم و اگه بدونستم شما هستین فکر کنی میامدم؟ والا نمیدونم. من که میدونستم شما میاین و خیلی خوشحالم که شما اومدین. حالا من مگه گفتم شما خوشحال نیستین که منم هستم؟ خیلی طبیعیه که خوشحالم، ولی میخوام بدونم علت این که آمدین چیه؟ نمیدونین؟ نمیدونم. میخوایی من بگم؟ بگین. خودت میدونی؟ بگو و یا نمیگم. من الان میگم که چرا آمدم. اولا به نظرتون اشکالی داره که ما حتی اگر این بازی باشه یه بازی بکنیم به عنوان یک اتود، یه بداهه که یک یادگاری از خودمون بذاریم برای جوانا، اشکال داره؟ ببین آقای طارق، شما معلم بازیگری هستی، مدرسه داری، اینجا رو میخوای کلاس بکنی؟ کلاس بچه ها خودشون میره همه این چیزها رو اونجا بدای سازی رو یاد میگیرن. وقتی برنامه رو نگیریم بگیریم. سوال؟ نه سوال بگیریم. وقتی برنامه رو نمیگیریم. من علت این که آمدم اینه که یک سوال مطرح بکنم. شما هم سوال داریم؟ بله من سوال دارم. سوالم اینه که سوال شما چی میتونه باشه؟ سوالم اینه که من میدونم مردم شهاب حسینی رو خیلی دوست دارن، ولی اومدم از هم شماها هم از شما سوال بکنم که ما چی کار باید بکنیم که چه ثابت بشه که ما آقای حسینی رو بیشتر از مردم دوست داریم. آقا حضور شما اینجا و محبت شما، ما چی کار باید بکنیم؟ ما مخلص شما همین که تشریف آوردین قدم رو چشم ما گذاشتین، این خودش نشانه محبتی که دست دارم. واقعا افتخار شد. این بزرگوارا چقدر در لحظه یک پیسی آفرینن. در لحظه این است بازیگری، بداهه سازی. بله متشکرم قربان. ممنون. دست شما رو میبوسم که هم یاری کردین. جفتمون کرونا که نداریم.